به نام خداوند وفادار به عهد. ایرانیان سلام، عصر چهارمین روز از مرداد ماه شما بخیر. ممنونم که با خبرنگاران جوان رو تماشا میکنید. دیروز گزارشی از تولد اولین چهارقلوی ایرانی در سال 94 پخش کردیم که این خانواده برای زندگی مشکلاتی داشتن. حالا دکتر محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی روی خط ارتباطی ماست. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. برای حل شدن مشکلات این خانواده چه تدابیری اندیشیده شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و بینندگان شبکه خبر عرض سلام و وقت بخیر دارم. متشکرم. در حال خیلی هم ممنون که نسبت مسائل اجتماعی هم حساسید، هم خبرنگاران از گوشه کنار مشکلاتی که مطرح است رو به تصویر میکشید. متشکرم از شما. که سازمان بهزیستی در رابطه با حمایت و کمک و مساعدت به خانواده هایی که دارای فرزند های چنگولو هستن تدابیر اتخاذ کرده که برای هم تغذیه اونها و هم کمک به مراقبت اونها، یعنی واقعا ما در شیرخوارگاه هامون مواجه هستیم که تقریبا هر 4-5 بچه شیرخوار تقریبا 2 نفر باید مراقبتی اونها رو به عهده بگیرن به صورت شیفتی. پس بنابراین حالا اگه یک مادری که 4 قلو فرزند یا 3 قلو فرزند به دنیا آورده تنها از پس مراقبتی اونها بر نمیاد و در این باید حتما مورد حمایت و تقویت، اگر هم به لحاظ مالی دچار مشکل هست مورد حمایت قرار بگیره. ما در وهله اول سازمان بهزیستی 75,000 تومان برای تغذیه اونها ماهانه و 75,000 تومان هم برای نگهداری اونها، یعنی ما امسال ردیف اعتباری که برای این کار در نظر گرفتیم صرفا از محل صرفه‌جویی ردیف‌های دیگه این رو اختصاص دادیم که بتوانیم این عزیزان رو در این نگهداری و تغذیه و رشد و تکامل اینها کمک حداقلی داشته باشیم. انشاءالله در بودجه سنوات بعدی که هم در سیاست‌های جمعیتی هم که باید مورد لحاظ قرار بگیره و خانواده‌هایی که دچار یعنی دارای این فرزندان هستن از هم رشد اونها، نگهداری اونها، مراقبت اونها، تغذیه اونها هیچ مزایقی نداشته باشن، به پیشنهاد ما این است که ماهانه 500,000 تومان برای اینها برای بودجه 95 در نظر بگیریم، ولی در سال 94 پیشنهادی ما الان 150,000 تومان است. بسیار خب، پس فعلا های دکتر با کمک شما و همکارانتون ماهانه به ازای هر فرزند 150,000 تومان در اختیار این خانواده قرار میگیره تا انشالله در بودجه سال آینده پیش بینی ردیف بشه. بسیار خب. اگر هم باز خدایی نکرده در سیر درمان اونها هم مشکلی خاصی ایجاد بشه، اونم کمک های موردی هم تا مبلغ 1,000,000 تومان هم در اختیار اینا قرار میده. بسیار خب، ولی خب آقای دکتر بندپی خودتون حتما مطلع هستین که با 1,000,000 تومان احتمالاً خیلی دردی از این خانواده دوا نمیشه. ببینید بیمه درمان اونها، ببینید توشش بیمه سلامت اونها که برخوردار است در مراجعه به مراکز دولتی پرداخت اونها زیر 10% هست. ما حتی میگیم اگه اون 10% هم اونها نتوانستن پرداخت بکنن فرانشیز 10% رو هم سازمان بهزیستی تقبل می‌کنه. بسیار خب. آقای دکتر، ما امیدواریم که با همکاری شما و همکاران تو این خانواده و سایر خانواده‌ها که فرزندان مشابهی دارند دغدغه‌ای جز بزرگ کردن بچه‌هاشون نداشته باشند ان شاءالله. ممنون. متشکرم. اما گزارش بعدی ما یه گزارش فرهنگی. بالاخره بعد از چند سال زنگ بازسازی خانه جلال آل احمد هم به صدا در اومد. دیگه عطر آب و خاک از حیات این خونه مشام رهگذران بنبست عرض رو نوازش نمی کنه. بازسازی خانه سیمین و جلال از اولویت خارج شد. بی پولی در خانه سیمین و جلال را بسته نگه داشت. اینها اخباری است که این روزها از خبرگزاری های مختلف به گوش میرسه. نه، ای که بگیم از اولویت ساخت خارج شده ای تو نیست. به هر حال ما سیاست شهرداری امسال به گونه است که اول پروژه های با درصد پیشرفت بالا رو سعیش بر این هستش که تو چشمای اول سال به اتمام برسونه، بعد اون پروژه هایی که یه مقدار درصد پیشرفتشون پایین تر هستش رو
انجام میده. ولی که شما انتظار داشته باشین اینجا نمیدونم آهن و میخ و کلنگ و بیل و نمیدونم پرسنل و کارگری در حال نصف این پروژه چنین ماهیتی رو نخواهد داشت. گفته های این مسئول در حالیه که از اردیبهشت ماه سال گذشته شهرداری تهران با بودجه 5 میلیاردی به سراغ این خونه رفته، اما انگار بیشتر جنبه مطالعاتی و مفهومی داره که این کارش در حال انجام هست. برای این کار شهرداری دست کمک به سوی تمام افراد دراز کرده و اگر افرادی که از اونجا اطلاعاتی دارن یا به خصوص ادیب‌ها اگر ایده هایی دارن میتونه اونجا اجرا بشه، من خواهش میکنم ایده های خودشون رو به ما ارائه بکنن تا اینکه ما بتونیم بعضی از این ایده ها رو در اونجا تبدیل به دیده بکنیم. حالا بعد این همه کارهای مختلف کی فرهنگ دوستا و مردم میتونن از این خونه با خیال راحت دیدن کنن؟ آماده بهره برداری خواهد شد تا آخر امسال، ولی این که بگیم آقا دیگه همین چیزی رو که ما ساختیم تا 20 سال آینده قرار این باشه، شاید از لحاظ ساختمانیش این باشه اما از لحاظ موضوعاتی که اونجا ارائه خواهد شد حتما این گونه نیست. البته اگه همسایه سیمین و جلال مثل همسایه خونه مدرس شاد نشه از مرمت خونش. آخه همین آذر ماه سال گذشته بود که سازمان میراث فرهنگی به اشتباه خانه مدرس رو تخریب کرد و به جاش خونه همسایه کناری رو مرمت کرد. پس باید گفت قرار فرهنگ دوستان پایان امسال. ساعت 17:06 است و شما همچنان بیننده با خبرنگاران جوان چهارم مرداد ماه هستین. تا حالا به گوشتون خورده استفاده از تکنولوژی عواقب داره؟ گزارش همکارانم در صفحه مجازی باشگاه خبرنگاران. قبل از اینکه آفتاب از پشت کوه بره، بچه‌های محل روونه کوچه و خیابون می‌شدن. انگار مجبورشون کرده بودی سر یه ساعتی از خونه بیرون بزنن و برن تو کوچه تا جلوی اسمشون حاضری بزنن. یادش به خیر، بچه های قدیم با اینجور بازی ها کیف دنیا رو می کردن. حالا بچه های امروز تبلت و موبایل هم راضیشون نمی کنه. دیگه ما در کوچه و خیابون گروه های چند نفره بچه ها رو نمی بینیم. بچه هایی که با همدیگه لیلی بازی کنن و بازی هایی که می تونست آداب اجتماعی و داد و ستد رو به اونها یاد بده، کمکشون بکنه معاشرت اجتماعی رو با همدیگه یاد بگیرن. این روزها تبلت و گوشی های هوشمند بلای جون و سلامتی بچه هایی شده که به جای شوق و شور کودکانه گوشه ای از خونه میشینن و به جعبه سحرآمیزشون خیره میشن و خوشحال از اینکه جلوی دوستاشون بگن من هم تبلت دارم. بچه هستی نمیدونه، دست دوستش میبینه، دست فامیلشون میبینه، میگه من میخوام. یه سری واقعا میدونن چی دارن میخرن، یه دام نه، فقط بخاطر اینکه همسایه بالایی داره و متاسفانه میان فقط برای گیم میگیرن، در صورتی که خب بچه‌ها تو این سن واقعا ذهنشون کلن وقتی که دارن درس میخونن کلن همه سمت تبلته میرن. راستی پدر مادرها هیچ میدونید این تبلت ها با بچه هاتون داره چی کار میکنه؟ میتونه باعث افزایش پرخاشگری و خشونت در اونها بشه. تحریک پذیر میشن، خلق و خوشون تغییر میکنه، به سمت افسردگی و استراب سوق داده میشن، دچار محرومیت از خواب شدن، دچار افزایش وزن میشن به جهت اینکه تحرک ندارن، یا دچار کاهش وزن مفرط میشن به جهت اینکه تغذیه مناسب ندارن. باید بدونید بعد از شنیدن همه این صحبت ها نیازی نیست فرزندتون رو از داشتن تبلت محروم کنید. نوع اون ابزار یا نرم افزاری که بچه ها استفاده میکنن مربوط به سن خودشون باشه، تخیلی، پرخاشگرانه و یا به اصطلاح اکشن، بزن بزن، بکش بکش، ترسناک نباشه. برای دستگاه های دیجیتالی غیر از کامپیوتر که همه از نزدیک داره استفاده میشه حد اکثر 1 ساعت. کاش بیایم در کنار همین لپتاپ و موبایل قوانین زندگی رو هم بهشون آموزش بدیم تا در آینده ای نزدیک تو روابطشون دچار سرخوردگی، انزوا و آسیب‌های دیگه نشن. آفتابی شدن سرطان پوست به دلیل کم توجهی برخی ها، هشداری که مخصوصا آقایون چندان جدی نگرفتنش. چله تابستون یا همون ماهای تیر و مرداد ارتفاع خورشید در آسمون بیشتر میشه، به همین دلیل پرتوهای فرابنفش افزایش پیدا میکنه که این پرتوها
برای پوست مضرن و در صورت عدم محافظت باعث ایجاد سرطان پوست میشه. سرطانی که متاسفانه تو کشورمون در حال پیشرفته، به طوری که ما توی بیمارستان رازی که مرکز پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران هست، شاید در هفته متوسط بین 40 تا 60 تا بیمار سرطان پوست رو در واقع اونجا پذیرش میکنیم. از اونجایی که سرطان پوست اغلب بدون نشانه است، خیلی ها نسبت به اون بیتوجهی میکنن، در صورتی که راه های پیشگیری از این سرطان ساده تر از اون چیزیه که فکرشو میکنیم. استفاده از ضد آفتاب، پوشش های فیزیکی، کلاهای لبه‌دار، میگن حداقل لبش 7 سانت باشه که مؤثر باشه. عینک های آفتابی، به خصوص آفتاب روی قرنیه چشم میتونه اثر سو داشته باشه و روی سرطان های دور چشم، پلک، میتونه عینک های آفتابی بسیار مؤثر باشه. و شاید تو چند سال اخیر توجه خیلی زیادی از متخصص های پوست کل دنیا روی دست میکنن. شاید تو گذشته اهمیتی نداشت، ولی الان خیلی از افراد اصلا میگن ما برای مثلا ضایعات دستمون اومدیم، برای جلوگیری از پیری پوست دستمون اومدیم، پس ضد آفتاب رو بهتره پشت دستمون هم به خوبی استفاده بکنیم. و عقاید نادرستی که اینطوری جا افتاده. از ضد آفتاب یا کلاه استفاده میکنی زیر آفتاب؟ من عیالبارم، این کارا رو فرصت ندارم بکنم که. اینا چیکار خانم هست؟ اونایی هم که استفاده میکنن میگن استفاده میکنم ولی قیمتش فوق العاده بالاست. البته متخصصان پوست میگن ضرورتی نداره حتما از ضد آفتاب هایی با قیمت بالا استفاده کنیم. همون ضد آفتاب ایرانی میتونه همون جوابدهی رو حتی بهتر داشته باشه و انتخاب ضد آفتاب بعد به اساس نوع پوست باشه. فرهنگ مراقبت و محافظت از پوست در کشورمون تا حدودی جا نیفتاده، در حالی که میشه با چند تا روش ساده که توی گزارش هم دیدید از بیماری های حاد پوستی پیشگیری کرد. حواشی جذابتر از متن یک مراسم. شب گذشته برج میلاد میزبان مراسمی بود که تو اون برترین های فصل گذشته زمین سبز فوتبال معرفی شدند. البته وقتی حرف فوتبال میشه باید منتظر پا به توپ شدن حاشیه ها هم نشست. سالن همایش‌های برج میلاد تهران میزبان برترین‌های فوتبال و البته میهمانانی ویژه از نهاد ریاست جمهوری بود. طبیعی است که دولت هم به مثابه یک ارگان حکومتی وظیفه‌اش حمایت و پشتیبانی از جامعه ورزش و ایجاد بستر و امکانات مناسب برای ورزش دوستان و مردم عزیز هست. در این مراسم از برترین های فوتبال در فصل پرحاشیه 93-94 لیگ برتر رونمایی شد. خدا شکر میکنم که به این عنوان دست پیدا کردم و اینو تقدیم برادر پرسپولیس میکنم و مخصوصا همتیمیام. غافلگیر شدم، میگم یه شب بهترین عنوانی که تا حالا گرفتم و میگم همشو مدیون همین مدیون به هم تیمی ها تیم هم هستم. نفتی های تهران هم با درو کردن 3 عنوان برترین تیم، برترین دروازه‌بان و پدیده لیگ در کسب جایزه هتریک کردن. ثمره زحماتمو دیدم، خیلی تلاش کردم تا به اینجا برسم، خیلی وقتم بود منتظر این لحظه بودم. واقعا آرزو داشتم که توی چندین سال بتونم بهترین گلر ایران باشم و خب خیلی یه حس خیلی خوبی دارم. اما حضور برترین بازیکن آسیا شور و هیجان خاصی رو به سالن مراسم داده بود. نمیشه هیچ مدلی لطف این مردم عزیزمون رو جبران کنیم. لیگ 14 در مجموع فکر می‌کنم خوب بودش. به دور از حاشیه های این مراسم، آمادگی تیم ها برای لیگ 15 هم میتونه مهمترین خبر برای هوادارهای فوتبالی باشه. کارمون امسال به اعتقاد من خیلی دشواره. دلیلش هم اینه که به حال تیم ما تیم پر سابقه و پا افتخاریه. شوق و میل پرسپولیس همیشه یکی هست و اون هم تلاش و نبرد برای قهرمانی. صحبت ها هستش قرار لیگ به تعویق بیفته، حالا خودتون صحبت میکنم. همچی چیزی نیست، آقا عبی هم میگم به عنوان مدیر مسابقات کشور ما لیگمون رو سر ساعت شروع میکنیم و
امیدوارم که مشکلات تیمام حل بشه، همه تیمو بیان بازی کنن. پرونده لیگ 14ام برتر فوتبال هم با تمام حاشیه‌ها و البته انتخاب برترین‌هاش بسته شد. حالا فوتبالی‌ها منتظرن تا سوت آغاز لیگ 15ام 4 روز دیگه به صدا در بیاد. سامانه پیامک ما 3023-94 به صورت 24 ساعته آماده دریافت نظرات، انتقادات و البته موضوعات خبری شماست. همینطور آخرین اخبار ایران و جهان هم به صورت 24 ساعته برای سایت ما به نشانی yjc.ir به روز رسانی میشه. اما همکارمون خانم جدیدی اینجا هستند و گلچینی از خبرهای سایت رو در اختیار شما قرار میدن. سلام خانم جدیدی. با سلام. اولین خبر ما البته خبر خوشی هست برای فرهنگیان عزیزمون که قراره حقوق اونها بین 300 تا 800 هزار تومان افزایش پیدا کنه و همچنین تا پایان شهریور ما قراره 30 هزار خودروی لیزینگی بین اونها توزیع بشه. همکارانم در سرویس اقتصادی آخرین اخبار از بازار سکه و ارز و همچنین قیمت خودرو رو بر روی سایت قرار دادن. گزارشی هم تهیه شده در خصوص پرونده تخلف میلیاردی در شورای شهر یکی از استانهای کشورمون. تصاویری هم از خروج قطار مشهد اصفهان از روی ریل وجود داره که خوشبختانه هیچ مصدومی رو نداشته. در رابطه با جزئیات پرونده قتل پزشک اردبیلی و نقشه عربستان برای محاصره ایران گزارشی تهیه شده که همه این خبرها و همچنین گزارشات رو میتونید در سایت باشگاه خبرنگاران جوان به آدرس اینترنتی yjc.ir مشاهده کنید. از شما ممنونم خانم جدید. اما قرار چهارشنبه این هفته وزیر خارجه فرانسه به کشورمون سفر کنه. وزیری که تو کارنامش فروش خونهای آلوده به کشورمون و کارشکنی در مذاکرات هسته‌ای اخیر ثبت شده. سفر محمد رضا پهلوی به فرانسه در سالهای نخستین دهه 50 خورشیدی و آغاز همکاری‌های اتمی تهران و پاریس. ایران برای تامین سوخت نیروگاه اتمی در حال ساخت خود با اختصاص 1 میلیارد دلار برای ساخت کارخانه غنی‌سازی اورانیوم متعلق به شرکت اوردیوف فرانسه 10% از سهام آن را خرید. مسئله‌ای که تاکنون و با کارشکنی فرانسه هنوز سهم اورانیوم غنی‌سازی شده ایران به این کشور تعلق نگرفته است. اما با شروع جنگ تحمیلی ساکنان الیزه با گردشی آشکار به حمایت کامل از دولت متخاصم پرداختند. هواپیماهای خطوط هوایی عراق و فرانسه به نوبت در پاریس و بغداد فرود می آمدند و مقامات با گستردن فرش‌های قرمز برای یکدیگر حلقه زنجیر حمایت و جنایت را به هم می بافتند. کلامی واضح قلت اننا نحتفظ لی علاقتنا مع فرانسه بموقع متمیز. خبر درگذشت اولین ایرانی بر اثر بیماری ایدز پرونده دیگر از سیاست‌های خصمانه پاریس در قبال تهران را گشود. مسعود هموفیل بود. فاکتور 8ش کم بود که باید فاکتور می‌گرفت. فکر می‌کنم بالای 50-60 فاکتور فرانسوی گرفتی. ماجرای صدور خون و فاکتورهای خونی آلوده به ایدز به ایران و چند کشور دیگر پرده از چهره شخصیتی برداشت که اکنون زمامدار سیاست خارجی الیزه به حساب می آید. حادثه ای که قربانیان آن هنوز هم بعد از سالها پیگیری دستشان به جایی نرسیده و داغ عزیزانشان را بر سینه خود دارند. من نشستم همزمان با اون گریه کردم. دیگه مامان تاکه مفهومی به عنوان بیوتروریسم. اینها شمارش مرکوز زندگیشون شد. با آغاز داستان پرونده هسته‌ای ایران در سال 1380 دولت فرانسه در آن زمان به علت روابط نسبتاً گسترده اقتصادی با کشورمان سعی در ایفای نقش فعال در این پرونده داشت. اما با پیچیده شدن شرایط بررسی پرونده هسته‌ای کشورمان در شورای حکام بر اثر فشار امریکا و لابی صهیونیستی فرانسه نیز به سمت و سوی مخالف رفت و در مراحلی نیز حتی از امریکا در مخالفت با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان پیشی گرفت. از نظر فرانسه تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی باید متوقف می‌شد و این در واقع مهمترین مشکل ما بود. شرکت‌های فرانسوی همچون پژو و شرکت نفتی توتال
علارغم داشتن قراردادهای همکاری با شرکت‌های ایرانی، ناگهان و در تصمیمی غیر قانونی و همکاری خود پایان دادند. کارشکنی در مذاکرات هسته‌ای در دور جدید نیز مأموریت ویژه سکاندار 70 ساله امور خارجه فرانسه بود. پاریس برای به دست آوردن دل صهیونیست‌ها و برخی مرتجعین منطقه برای فروش سلاح بیشتر بارها به زیر میز مذاکرات زد. هرچند پیشرفت‌هایی در مذاکرات با ایران دیده می‌شود، ولی این برای ما و متحدانمان راضی کننده نیست و پاریس همچنان به اتخاذ مواضع سرسختانه خود ادامه می‌دهد. حالا باید منتظر بود و دید که هدف اصلی از سفر فابیو 70 ساله به تهران چه هست. آیا پاریس در صدد جبران سیاست‌های اشتباه گذشته خودش برخواهد اومد یا نه همچنان به سیاست دوپهلو و مغرضانه‌اش در قبال ایران ادامه خواهد داد. وقتی غیبت ناجی استخر به قیمت یک کودک تموم میشه، حادثه غم‌انگیزی که تو این روزهای پرمشتری استخرها باید خیلی جدی گرفته بشه. خبر غرق شدن یک پسر بچه 6 ساله به دلیل نبود نجات غریق در یکی از استخرهای تهران دوربین ما رو همراه بازرسان اداره ورزش جوانان استان تهران راهی این استخر کرد. شما مسئول سرطان مگه نیستیم؟ خب تشریف من یه سری اطلاعات در رابطه با بچه‌ای که غرق شده کی ثبت نام کرده، جلسه چندمش بوده، مربی سر کلاسش کی بوده؟ من تازه 4 روز اینجا ثبت نام کردم. مسئول سرطان قبلی کی بوده؟ ایشون رفتن دیگه نیست. اما دوربین ما و دو بازرس اداره ورزش رو به داخل استخر راه ندادن. مدیریت کی تشریف بفرمایید. بفرمایید. شما الان ببینید یه بچه اینجا غرق شده، من پاسخگو باشی. شما بگید ما کجا این گذاشتیم؟ من نمیدونم، شما تشریف داشتید. ما بازرسی اومدیم، وقتی ما بازرسی میایم یعنی مجوز ورود به این مکانو داریم. برای پیگیری این موضوع تماس گرفتیم با مدیریت استخر. اداره ورزش دوست عزیز، تشریف میایین استخر؟ شما یه زحمتی بکشید الان هر چی شما برداشتید تحویل بدید، من یه راست هماهنگ کردم. من میام اونجا بعد ببینم اصلا شما با هماهنگی چی اومدید؟ جناب آقای قرار به هماهنگی نیستش. شما با هر حراستی هم هماهنگ کردیم برای خودت. این آقای مدیر که گفت در بسته میشه و شما باید فیلم مصاحبه ها رو تحویل حراست بدید. محمدیان هستم، اداره ورزش. اومدیم مجموعتون ظاهرا همکاری نمیکنن با ما. نخیر، الان اومدیم آقا داخلم پذیرش هم کردن. با توجه به اینکه این استخر مربوط به آموزش و پرورش منطقه 5 تهرانه، خواستیم مصاحبه با مسئولین آموزش و پرورش شهر تهران بگیریم. اما بعد از پیگیری‌های متعدد ما، تنها جوابی که آموزش و پرورشی‌ها به ما دادن این بود که این استخر به بخش خصوصی اجاره داده شده و هیچ ارتباطی به این اداره نداره. اون که صحبت کردن 6 به بعد دست بخش خصوصی ها. این در حالیه که در تابلو و بنرهای تبلیغاتی این استخر از نام آموزش و پرورش منطقه 5 سوء استفاده شده. بکنم بدون مجوز فقط در حد یک بنر روی آگهی تبلیغاتیه که دوستان استفاده کردن، همشون نیروی جوان و قطعا مربیان مجرب استان نیستن. استخر الان باید پلوم پاشه یا نه موقعی که یک فرد فوت کرده؟ باید پروسه اداری، بله پروسه قضایی و حکم قضایی باشه که تا این کار انجام میشه. توی فصل گرما که استقبال از شنا کردن زیاد میشه، هم مسئولین بیشتر حواسشون رو جمع بکنن، هم ما پدر مادرها تا شاهد چنین اتفاقات تلخی نباشیم. ما هم امیدواریم هیچ وقت شاهد چنین اتفاقات تلخی نباشیم، چرا که با یکم ملاحظه و دقت میشه جلوی این فاجعه ها رو گرفت. اما امروز لنز دوربین عکاسان باشگاه خبرنگاران رفته سراغ یک عمارت تاریخی در شهر سنندج.
اگر مایل به دریافت و مشاهده مجدد گزارش‌های امروز هستید، میتونید به سایت ما به نشانی yjc.ir مراجعه بفرمایید. از انتخاب شما سپاسگزارم. التماس دعا در پناه خدا.